باز سلام ادب احترام خدمت دانشجویان عزیز با ادامه دوره مبانی برنامه نویسی در خدمت شما دوستان هستیم. این جلسه در بحث مبانی برنامه نویسی میرسیم به بحث شعرگرایی در برنامه نویسی. ببینید اگر بخوام بگیم شعرگرایی مخففه چی هستش، ببینید معمولا اگر جایی دیدید که نوشتن OPP براتون باشه، OPP مخفف Object Oriented Programming به معنی برنامه نویسی، به گروه فارسی ده کتاب های فارسی هم می نویسن برنامه نویسی چی؟ شیگره چی؟ شیگره. خب ببینیم که این برنامه نویسی شیگره چی هستش. خب ما اگر با یه مثال ساده بخوام بهتون توضیح بدم، دیدید ما یه برنامه می نوشتیم، یه تابع مین داشتیم که می اومد دستورات تو داخل این تابع مین چی می شد؟ مثلا ما یه سری دستورات داشتیم می اومد تو داخل این تابع مین جمع‌بندی می شد، می گفتیم دستورات در توابع جمع‌بندی می شن. اما اگه بخوام بسیار کلی تر بگیم، ما میگیم ما دستورات در توابع میان در کلاس ها. ببینید ما یه سری کلاس تعریف میکنیم الان و این توابع ما اینطوری میان قرار میگیرن تو این کلاس ها. یعنی واسه جمع‌بندی چیه؟ از یه مفهومی میشه گفت که دستورات در توابع و توابع در مثلا ممکن ما چند تا تابع دیگه هم داشته باشیم. بیایم اینجا مثلا به اسم فانکشن یک به این شکل، مثلا یه فانکشن دو و اینطوری میتونیم بگیم دستورات در توابع و توابع در کلاس ها چی میشن؟ جمع‌بندی میشن. یه بحثی هستش. یه بحثی دیگه، بحث شعرگرایی میاد برنامه نویسی اگه بخوام بگیم آسون تر میکنه. الان خواهید دید چون ما میایم چطوری آسون تر میکنه. ببینید ما وقتی میایم یه کلاس تعریف میکنیم، مثل اینکه اومدیم تو حافظه، مثل این سری این شکل، این حافظه رم ما باشه، فکر کنم حافظه رم ماست. ما همینجا وقتی یک کلاس تعریف میکنیم در اینجا یک تمپلیتی، یه الگویی تعریف میکنیم. مثلا یک کلاسی تعریف میکنیم، میذاریم اسمشو کلاسی یک. خب بعد میایم وقتی ازش آبجکتی ایجاد میکنیم، در حقیقت برمیداریم از این کلاسی که نوشتیم یه الگو میگیریم، میذاریم برایش تو حافظه رم و اسم اینو میکنیم مثلا چی؟ مثلا C1. آبجکتی از کلاس چی میشه؟ مثلا یک میشه. دوباره اگه یه دونه بخوام دوباره میتونیم یه دونه از این کپی کنیم. بس شعرگرایی باعث میشه که برنامه نویسی چی بشه؟ آسون تر بشه. بعد باز یه ساختاری به برنامه نویسی داده بشه. خواهید دید وقتی ما به صورت آبجکت اورینتد برنامه نویسیم، ما یه سری کلاس ها داریم که این کلاس ها میتونن اصلا اسپری داشته باشن، این کلاس ها هر کدوم میتونن کلاس های بالاتر از خودشون رو فراخوانی کنن و اینا. به خاطر همین چیه؟ باز میگه ساختارمندی در کلاس ها ایجاد بشه. مهمترین حسنش اینه که خب ببین من یه سری کد ها، فکر کن 200-300 تا خط کد تو می نوشتم. بعد وقتی یه آبجکت ازش می نوشتم، اگر آبجکتی نمی نوشتم باید این 200 تا خط کد رو دوباره تکرار می کردم. خب اینجوری تکرار کد ها رو می گیره. و از یه طرف دیگه هم خواهید دید توی بحث ایکس بری توی شعرگرایی نمی بینیم، ما یه کلاس ها رو در اول که چی وجه های مشترکی که بین مثلا کلاس هامون هست تو کلاس ها بالاتر می نویسیم و آروم آروم رفته تر چیه تخصصی ترش می کنیم. این باعث میشه که جوری کارهای تکراری چیه؟ به صورت کامل گرفته بشه. یا به عبارتی میگن برنامه نویسی شعرگرایی چی هستش؟ DIY هستش. یعنی چی؟ Don't repeat yourself. معنیش اینه. میگن آقا Don't repeat yourself هستش. یعنی مزایای بحث شعرگرایی اینه که توی کدی رو که می‌نویسی دیگه تکرار نمی‌کنی واسه خودت و از این لحاظ باعث چی میشه؟ صرفه‌جویی هم در زمان هم در اجرا. خب و از طرف دیگه ما ممکنه کلاس رو بنویسیم، این کلاس یک رو،
بعد یه پروژه دیگه داشته باشیم، میتونیم از همین کلاسی که اینجا نوشتیم ببریم توی پروژه دیگه استفاده کنیم. یعنی باعث استفاده مجدد از کدهای ما میشه، یا به عبارت اگه انگلیسیش میشه گفت که باعث چطور بگم ری یوزی بی میشه، باعث میشه کدهای ما چی باشه، یوزیبل باشه، یعنی قابلیت استفاده چی رو داشته باشه، مجدد داشته باشه. خب هر چقدر در مورد مزایای بمسی شیگرا بگم کم هستش، اما به صورت کلی اگر بخوام در چندین مورد بیان کنیم، من مهمترین نکاتشو بهتون گفتم. خب ببینیم الان مثلا ما میایم میگیم یه کلاس مثلا یعنی چی. ببین مثلا فکر کنیم ما یه کلاس ایجاد میکنیم، چون خب ما پسر میده مثلا یک پسران رو بزن، مثلا ما یه کلاس ایجاد میکنیم کار، بعد ما میتونیم از این کلاس کار یه سری آبجکت ایجاد کنیم. مثلا بگیم آقا مثلا بفرست کلاس پراید، میگه ما مثلا آبجکت پراید میشه کلاس، میشه کلاس کار، فکر کن یک کلاس کار هستش، و میام ازش آبجکت ایجاد میکنیم. مثلا از این کلاس کار یه آبجکت ایجاد میکنم پراید، یه آبجکت ایجاد میکنم مثلا سمن، و همینطور. یعنی ما میایم چون خوب طبیعت همینطور، مثلا میگیم آقا کلاس خودکارها، بعد میگیم بیک، مثلا به فرض بمسه از خودکاره، مثلا استرلی، نمیدونم چه انت خودکار داره، مدلش مدلهای مختلف، اینا میشه آبجکت هایی از اون چی کلاس ما. خب زیاد دیگه نمیخوام بیشتر، چون کلاس رو میخوام به صورت عملی و پروژه محور ببرم جلو، بخوام دیگه دایرکت وارد کد نویسی میشم که با کد نویسی مفاهیم بیشتر براتون توضیح میدم. یه برنامه میزنم ژو استودیوم باز بشه. ببین بس برنامه‌نویسی شیگر میتونید تو لینوکس هم کار کنید، هیچ فرقی با این نداره. چون من ویژوال استودیو راحت میکنم چون مثل گرافیکی هستش و در اول آموزشات یه این محیط گرافیکی کمک میکنه به دوستان در یادگیری برنامه نویسی و مبانیش رو راحت تر میکنه. اما باید دوتاش هم یاد بگیرید، برنامه‌نویسی لینوکس و برنامه‌نویسی شیگر در ویندوز هم باید یاد بگیرید. با کنسول اپلیکیشن ایجاد میکنم. چی میگم یه ده هست؟ خب 11 میشه، چون مراحت میشه این پیغامی که داره میده ما رو شارپل هستش بخواهد هم. خب بذارم این ایجاد کنه. کمی صبر کنیم به خودش بیاد. من کدای اضافه رو پاک میکنم که اذیتمون نکنه. ببینیم من میام اینجا اگر یک شارپ به ما فرصت بده. یک کلاس ایجاد میکنم به نام مثلا مایکرس. عادت کنید اولین حرف کلاس رو به حرف چی بنویسید، بزرگ بشید. یک کلاس ایجاد میکنم مایکرس. خب و تو این کلاس مایکرس هم به ما یه سری را خواهیم خوند، بهش میگن به گروه خودمون چی اکس به اکسس مودیفایری میگن، اکسس اسپیفر میگن، اینا رو میگن بهشون. دو تا حالت داریم، یه پرایوت داریم یه پابلیک. خب من فعلا پابلیک رو اول توضیح میدم، یه مثال بزنم، می نویسم پابلیک. خب میگه عناصر پابلیک ما چی هستن؟ میگه عناصر پابلیک ما مثلا یه اینیت مثلا x دارم و یه دونم به فرض بر مثال string. خب my بفرست استرینگ بمونه، استرینگ استرینگ مثلا مای استیار، فکر کنم استرینگ رو خطا میگیم چون رو دوش نکردیم. بذاریم که رو استرینگ کنم که استرینگ چی بشه بیاد. دوباره چی میگه و میگه یوز استاندارد محیط هم بزنیم که این اصافش استیدیو بردارم که اینه بتونن کار کنم. خب ببینیم ما یه آیو استریم گذاشتم، یه استرینگ گذاشتم. خب بعد
یه کلاس مایکلاس ایجاد کردم که یه سه عناصر پرایویت داره، مثل پابلیک اینیتیکس و استرینگ مار استرینگ ما. خب الان میخوام از این شروع به استفاده کنم. اگر بخوام از کلاس خودم استفاده کنم، خب بذارید من اینو ببرم بالای تا به مینم اینطوری عادت کنید که اینجا اول شناخته باشه بعد بیام ازش استفاده کنم. خب ببین میخوام الان ازش چیکار کنیم استفاده کنیم. اولین کار باید یه دونه آبجکت از این کلاس خودمون بسازیم. می نویسم my class، اینو آبجکت ازش باید بسازم. می نویسم مثلا my object. تو بعد my object رو که ساختم، من میتونم به این عناصری که مثلا public تعریف کردم دسترسی داشته باشم. می نویسم my object dot مثلا چی؟ این x که تعریف کردم، من میگم x مساوی مثلا 10، درسته؟ یا my object dot my مثلا str مساویه خب مثلا جواد. خب من میخوام این رو چیکار کنم؟ بگم چاپ کنه. میگم برای مسیحات کن چی رو؟ ببینید my object ای بای نشد dot مثلا x رو چاپ کن، بعد یه دونم مثلا my object dot my str رو چاپ کن. خب این انتخاب میکنم. خب یه با یه تست بگیم ببینیم کار میکنه یا نه. خب چمونت تابل پابلیک مای ابجکت از وقتی از این مشکلات میده. سب من دوباره بزنم. چرا نش نمی کنه؟ خب خدای چرا من نکردیم؟ فکر کنم نمیذاره رن بشه. قشنگ بازی در میاره. خب آنتی ویروسه. آنتی ویروس برنامه های سیگو چک میکنه. خب همین بعضی وقتا نمیذاره. نگاه کنید من زدم باسه اجرا نمیذاره. شما ببین سریع میذاره اجرا میشه. فانتی بیت چکش میکنه نمیذاره. خب از این ببین من یه توضیح بدم که چه اتفاقی داره تو حافظه میفته. ما اومدیم یه کلاس، این فکر کن حافظه رم ماست. من اومدم تو این حافظه هم یه الگویی ساختم، اسمشو گذاشتم چیه؟ اسمشو گذاشتم نگاه کن، یه الگویی ساختم اسمشو گذاشتم مای کلاس. این الگوی من اسمش چی شد تو حافظه رم من؟ مای کلاس. این هم فکر کنه رم ماست، حافظه رم به کامپیوتر. خب بعد تو این مای کلاس من چی داشتم؟ یه ایکس دارم یه استریم. پابلیک رو با به اضافه نشون میدن، یه متغیر پابلیک ایکس دارم، یه متغیر پابلیک مای استیار دارم. خب الان اومدم چیکار کردم؟ من الان اومدم وقتی میگم ازش یه آبجکت بساز، یعنی از مای کلاس یه آبجکت بساز، داره این کار انجام میده. میاد یه کپی از این از حافظه برمیداره، دقیقا به این شکل میذاره بغل این تو حافظه رم، اسمشو میذاره مای آب. دقت کنیم. خب و متغیر مقدار دیگه کردم اینا رو چاپ کردم. من الان میتونم خوبیش اینه اگه بخوام دوباره یه آبجکت دیگه بسازم، نگاه کنید قشنگ میام اینجا میمیسم مای کلاس، مثلا اینو بزنم یه دونه مای آبجکت دو میسازم. میگم واسه من یه مای آبجکت، مثلا مای آبجکت دوی منم دات مثلا ایکسش باشه 100 و مای آبجکت دوی منم دات مثلا مای استیارش باشه چی؟ سامان. خب ببینید یعنی من الان سامان که به این شکل. ببینید الان یعنی در حقیقت اومدم دوباره یه کپی از این گرفتم به این شکل، از این یک کپی به این شکل گرفتم،
کنترل سی کنترل وی. این دفعه اسم این آبجکت رو گذاشتم چی؟ آبجکت مای آبجکت دو. دقت کنید الان در حافظه این ایکس و این ایکس اصلا جای جداگانه هستن. شما اصلا فکر نکنید الان مثلا این مای object dot x با my object دو dot x یکیه. نه این اصلا دو تا چیز چیه، اینا مساوی نیستن، دو تا چیز کاملا متفاوت هستن. این تو یه جایی از حافظه هستش، این تو یه جای دیگه از حافظه هستش. خب میگید نه بیا چکش کنیم. نگاه کنیم، من نگاه هم میگم جای دیباگ میذارم برنامه رو ران میکنم. نگاه کنم میخوام با دیباگ کار کردنم یاد بگیرید. خب بزن پنجره بیاد، یه بریک پوینت گذاشتم اینجا وای میسه. ببینید ما اگر این پنجره رو برای شما آتوس رو نیاورد، میرید از قسمت دیباگ از ویندوز ها، ما چند تا پنجره داریم باید بزنید همیشه بیاد. یکی اینه با این آتوسه، روش کلیک کنید براتون ظاهر میشه. یکی پنجره واتسه، ببینید واتس هم من زدم اینجا، واتس یک هستش. نگاه کنید این واتس یکه. بس ما یه پنجره داریم به نام مای اوتو اس. ببینید هم ببینید دیباگ ویندوز اینا اوتو اس، این پنجره اوتو اس ماست که من جای متغیرها بهم نشون میده. ببین میگه چطور برنامه داری توی مای آبجکت استیت جواد نمیشه دهه، اینجا سامان نمیشه صده. خب یه دونه هم اینجا چیز داریم توی دیباگ تو ویندوز، میگه تو قسمت مموری که حافظه کامپیوتر نشون میده. این مموری میزنم به حافظه کامپیوتر داره نشون میده. اینجا میزنم آب من اند، نگاه کنید مای آبجکت دو بود دو داد ایکس رو نشون بده. ببینید این در این جای حافظه است. صرف کنیم بذار من اینم کوچیکش کنم بیارم بذارم این قسمت که راحت تر با هم کار کنم. ببینید خب یا میتونید به این شکل بزنید اینجا. ببین مثلا من می‌نویسم کپی وریو، اینجا می‌نویسم کنترل وریو شو چه بودش، می‌نویسم مای آب مای آب جکت دات مثلا ایکس، یه اند بزنید اینجا آدرس شو بهمون نشون بده. ببینید اند من دو بزنید نه اند بزنید میگه دقیقا روی حافظه. ببین اینه من ازشتم مگه توش ده از آز اشاری مقدار ده توش مقدار هیس چیه آه. ببین صرف آ ذخیره شده، اینه این جاییه که این مای آبجکت ایکس من ذخیره شده. میخواید درکش رو راحت کنم بذارید، اینو بزنم یک، اینو بزنم دو. ببینم جای متفاوت از حافظه دست نگاه کنه. تو اگه بریم نگاه کنیم ببینید مای آبجکت دات ایکس من نتونست پیداش کنه، مای آبجکت درسته مای او بی جی دات ایکس چی رو بزنیم توش اندو بگیم جایی که این اشاره میکنه. نگاه کنید مقدار سند نگاه کنید صرف یک دوتا صفر دوتا صفر یک، برعکس نوشته میشه دیگه توی حافظه برعکس ذخیره میشه. ببینید از این وزن این صفر یکه کاری ندارم، میخوام یک مقدارش رو ببینید. الان بزنم اند مای آبجکت دو هم چیه، ببینید اند مای آبجکت ابجی دو دات ایکس. ببینید اینم مقدارش سنده سفته. در اگه ببین آدرس هاش هم کاملا با هم متفاوته، یا به این شکل میتونید متوجه تفاوت حافظه ها بشید. اینجا بیا بنویسید اند مای آبجکت دات ایکس منو بده، ببین آدرسش این خونه است. یا نم بزنید اند یعنی آدرسش تو حافظه بهم بده، مای آبجکت دو دات ایکس رو بهم بده. این هم میاد به این دوتا خونه، این تو آدرس صرف ایکس دی بی اف نو اف سیه، این اف آ 24، یعنی دو تا دقیقاً حافظه جداگانه با دو تا مقدار جداگانه هستن. بس اومدیم روی این ویدیو چی رو یاد گرفتیم؟ توی این ویدیو یاد گرفتیم چطوری یک کلاسی ایجاد کنیم، بعد چطوری این کلاس ها رو مقدار دهی کنیم، چطوری نشون بدیم، چطوری ازش آبجکت بسازیم. بریم تو حافظه
نگاه کنیم که آینه کجاها ذخیره شدن، به چه شکلی ذخیره شدن، چطوری برنامه رو دیباگ کنیم، یا اینجا یه بریک پوینت میذارید، یا از کلید F10 استفاده میکنه. بکنم من F10 که میذارم خط به خط کد های منو داره نگاه کنید اجرا میکنه. این کرامت سبز رو نگاه کنید داره اجرا شما ما ابجکت درست ها ما ابجکت و یه سری پنجره داریم، یکی اوتو او اس، یکی مموریه، یکی هم واچه که گفتم بهتون، یکی هم در ادامه ها خواهیم خون پنجره چیه؟ کارستکه که واسه نشون دادن پشته های سیستم عامل استفاده میشه تو برنامه های بازگشتی.